حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان توأم با پیروزی یا شکست 18 سال پیش از امروز در چنین روزی، یعنی در روز 7 اکتبر 2001 ایالات متحده آمریکا به هدف سرنگونی رژیم طالبان و ریشه‌کن ساختن گروه القاعده و دیگر حراس افغانان در افغانستان بالای افغانستان حملات نظامیشان را آغاز کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که طالبان آماده نشدند اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که مسئول راه اندازی حمله 11 سپتامبر به آمریکا دانسته میشد را به آن کشور بسپارد. اما پس از 18 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان و هزینه 975 میلیارد دلاری آن کشور، هنوز هم مبارزه با حراس افغانی پایان نیافته و به شمول طالبان 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعال هستند و حتی در قلب کابل و در چند کیلومتری ارگ ریاست جمهوری مردم در امن زندگی نمی کنند. در برنامه کنونی خط کابل بحث می کنیم که دستاوردهای حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان چیست و چطور با حضور آمریکا و جامعه جهانی 20 گروه تروریستی هنوز هم در افغانستان فعال هستند. من رازقیار هستم و مهمان شریک در بحث با من محمود مرهون استاد دانشگاه کابل در استودیو حضور دارند و تا لحظات دیگر هم دکتر نادر احمدزی آگاه مسائل نظامی استخباراتی با ما خواهد پیوست. خیلی خوش آمدین آقای مرهون. 18 سال از حضور آمریکا در افغانستان گذشت، فکر میکنین آمریکا شکست خورده یا بده یا با آنچه که اهدافش بود رسیده؟ دلوی خدای پنامه ده هر سن ورانده ده تیر اتلس کلن جریان په اردو که ده شهید و طول افغانان ورواو تخپل دعا مراتب لیرم و هیلمند یما چه جرت رجر ده خیر سر ده مرگون و ده کم ناخوالی چه روانی ده پایتا که پشش رول سی موج ده دو لوی ملتونو ده سرنوشت او ده دو لوی ملتونو ده گتو او ده تاوانونو پر بحث کو ده امریکا ملت او ده افغانستان ملت د امریکا ملت یو ادعا وکړله، بلکې حکومت یې ادعا وکړله او خپل ملت ته یې وویله چې یو سړی په افغانستان کې پټ دی او د هغه ځای څخه یې زموږ پر خاوره باندې تیری کړی دی او دلته یې تیری راوستلې او زموږ دوه تعمیرونه یې چپا کړل. د امریکا ملت ورسره ودرېدی چې تاسې کولی سئ زموږ د ټکس په مقابل کې ولاړ سئ او دغه تورست چار ځای دی وری مړ کړئ. دغه خلک راغلل او اتلس کاله دلته وجنګېدل، اتلس کاله یې زموږ خاوره قدم په قدم ګام په ګام یوه یوه مرمۍ وویشتل، یعنی پر هره لویشت یوه مرمۍ وموشتل او پر هره لویشت باندې یو بم ولوېدی او ورسره په څنګ کې زموږ په 18 کال کې حداقل یو لکو اتیا زره نفر، یعنی پر هر کال زر نفر وژل سوي دي. دلته اساسي خبره دا ده چې موږ پر دې بحث نه کوو چې د امریکا راتګ اشغال و استعمار و هر شی و. اوس پوهېږو یو ویشتمه پیړۍ ده چې نه هغه مذهبي جنګونه پاته دي دلته، نه هم هغه خبرې دي چې پخواني به خلکو ویلی چې پلانکی د استعمار دپاره. اوس ټوله د ګټو جګړې دي. امریکا د خپلو ګټو د خوندیتوب یا د خپل هیواد د خوندیتوب په نامه افغانستان ته راغله. نو بیا ماته نه ده، دلته خبره همدا ده چې اوس د امریکا کوم شی چې موږ تحلیلوو چې دلته دي دا باید ارزیابي سي. اول ارزیابي دا ده چې هر کار چې شروع کېږي د یوې پایلې او نتیجې لپاره شروع کېږي. امریکا وویله چې په افغانستان کې تروریستان دي، موږ هغه د منځه وړو. سرچپه دوی 18 کاله تیر کړل، اوس دوی هغه وخت یوه ډله تروریستان دوی یادول چې القاعده نومېدل. اوس دلته خپل دوی وایي چې یوې ډله نور تروریستان دي. دا دې معنی لري چې هغه شی سرچپه سوی دي. دلته دوی د یوې د منځه وړلو لپاره یوې شنورې رامنځته کړي دي. بله خبره دا ده چې آیا تروریزم ختم سو که اوج ته ورسېدی؟ پخوا یوازې په افغانستان کې اوس د افغانستان څخه عراق ته ولاړلې، سوریې ته ولاړلې، مصر ته ولاړې او نور عربي هېوادونو ته دغه ورسول او دغه د اوج څپه لا روان دي. ته ودرې چې عادي تازه د سعودي عربستان خاورې ته ورسېدی، هواسیانو دغه وسوځلې د تیل او دا شی روان دی. دا د دې معنا لري چې دا شی سرچپه روان دی. بله خبره دلته دا ده چې آیا امریکا وکولی سوای چې د افغانانو سره هغه کړي ژمنې چې موږ دلته راځو 16 ساعتې ځواکونه یو ستاسې څخه تروریستان لیرې کوو او تاسو ته یو امن مملکت وړاندې کوو. موږ چې د طالبانو په وخت کې وو هغه یو جنګ شروع په یو لیرې ګوښه سیمه کې، ولې په ښارونو کې انفجار و انتحار و بمبار نه و، په ښارونو کې جنګ نه و او دغه ډبرین دیوالونه چې د روحي شکنجې تر ټولو غټې وسیلې دي دا نه و موجود. ولې تر دې ټولو خطرناکه مسله دا وسوله چې زموږ ټولنه په اروایي فقر باندې مصروفه سول.
دوی د فقر خواته د موتات سول اوس ټول خلک حتی د هر کوڅې خلک دیته ناست دي چې یو خارجي راست د پیسې ورکړي او د خپل کور د منځ جارو کې یعنی دلته ټولنیز رکود راغلی دلته ارڅه وسو او د دې ټول ناکامه ده کامیابه د دغه دلایلو په پام کې نیول سره د دغه تاریخي مسایلو په پام کې نیول سره امریکا د شکست سره مخامخ کور ودانتمن ان شاء الله بیرته راګرځو د خبرونه پاتې برخه او روس تل لنډې دمه با ادامه برنامه خوش آمدین. نادر احمدزی آگاه مسائل نظامی استخباراتی هم با اون پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای احمدزی. پیش از اینکه شما بیم در مورد از اینکه حداقلش 10 سال است که حضور آمریکا حضور نظامی داره در افغانستان و به اساس گزارش ها حداقل بیشتر از 975 میلیارد دلار را تنها نیروهای اینها در افغانستان هزینه کردن بحث کردیم. دیدگاه آقای مرهونی است که به دلایل از اینکه امنیت در افغانستان بیشتر شده، ناامنی در افغانستان بیشتر شده، ما رکود اجتماعی داریم و حتی در نزدیکی ارگ ما نمیتونیم در امنیت زندگی بکنیم، آمریکا را شکسته دانست در افغانستان. دیدگاه شما چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام و احترامات خوش از طریق تلویزیون محترم خورشید به همه شهروندای کشور و میمان عزیز در میز و شما تقدیم میدارم و همزمان هم درود فراوان به شهدای افغانستان چی در قوای مسلح چی غیر از دوش مردم بیگونا درود میفرستیم و زخمیاش شفای عجل خانستیم. ببینین موضوع ای که ایالات متحده آمریکا چرا آمد و چی برنامه روی ازی همه ما و شما میفهمیم دقیق به مردم واضح است به واضح است دیگه ای که آمریکا در شناختش در افغانستان از کدام بابت بود و توسط کدام آینک ها یا کدام دید داخل افغانستان شد این موضوع جدای است که اگر شما از جلسه بن ببینین در ساختار بعض متفاوت هایی که کشورهای اروپایی بالخصوص انگلیس انگلیس ها و آلمان ها و ایتالیایی ها فرانسوی ها شناخت جدایی را که در جنگ های داخلی وقت هم شیعه بودن شریک بودن اونا یک دید جدای داشتن ایالات متحده آمریکا با اساس اعتماد کامل که بالای از اونا داشتن بالخصوص انگلیس ها تا سال 2011 بزرگترین سرمایه گذاری های خود کرد در افغانستان چی در عرصه های اقتصادی است شما ببینین چی در عرصه ها دو کشور یعنی فیزیکال هم ما شما با چشم سر میبینیم که سرمایه گذاری های بزرگ را کرده که یک ایالات متحده آمریکا است دوم کشور هندوستان است باقی مانده کشورها را ببینیم بسیار ناچیز از هم عرصه ها دیگه لحاظا ایالات متحده آمریکا از شناختی که ما کماکم از ایالات متحده آمریکا دارم اونا در پروژه خود چرا کامیاب مد نظر میگیره در یک افغانستان و ایرانی که ما هیچ چیز نداشتیم شما شاهد بودین دیگه ما شما از امی کشور امیجا بودیم اونا تانستن با امی معرفت هایی که چون یک چیزی که در بن فیصله شده بود منیجمنت یا اداره باید در اختیار با اساس از اینکه منیجمنت جدید را ایجاد میکرد سیستم روس ها ختم بود مجاهدین سیستم اعدامی هم و سیستم زمان قبل از سال 1371 بود او ختم بود طالبا سیستم نداشتن که اینا داخل یک محرکه شدن و در افغانستان آمدن پس کامیاب است از دیدگاه شما ببینین چرا بله. چون اونا در یک کشوری که هیچ سیستم وجود نداشت دوباره شروع کرد از صفر بله ولی در اون کشوری که اصلا سیستم وجود نداشت به گفته آقای مرحوم حداقل در شهرهای بزرگ ما شاهد عملات انتحاری و انفجاری نمی بودیم شما حداقل مطمئن نیستین که پس از برنامه ما زنده و خانه‌تان برمیگردین یا نه ببینین این حرف دقیق است اما ما در اینجا با یک تروریسم بسیار خطرناک اونا مواجه شدن اینمی کشورهایی که با اونا دست دادن که ایالات متحده آمریکا در اینجا بیاید و آمریکایی‌ها شناخت که قبل از سال 1960 در افغانستان داشت اگر شما در سرمایه‌گذاری‌های از اونا در زمان صلح و آرامش ببینید میدانیوی قندهار یکی از میدانیوهای سال 1960 میدانیوی است که در منطقه کسی نداشت یا شما ببینید بند کجکی ولتاژ برق زیازو بیشتر از 1,20,000 مگاوات است نه هیچ کشور نداره در این منطقه به او حد یکی ما نتانستیم او جدا گپ است یعنی پس دوباره احیا کردن نتانستیم به او شکل اساسیش اما اونا به اساس پیشتر که گفتم به اساس اعتماد کاملی که اونا داخل افغانستان شدن به اساس سرمایه گذاری که اونا سنجیده بودن اونا بالای مردم افغانستان بسیار اعتماد کرد کسانی را که ما شما سران میگیم نه بله. سران میگیم
روی از همو دلیل اونا پس مشکل از ما بود تا مشکل آمریکا بود این که حال ما عمل مشکل چرا از ما بود چون تلفاتش ما میبینیم درست دوم چرا به خاطر اینکه شما پیشتر انتحار گفتین اگر آل انتحار است مگر می سرمایه گذاری ها را ما متیاز بدیم درست تشکر آقای مرحوم چه بزدلتا یه بل بحث هم مطرح کیگی چه ریختی آمریکایان و ندی گوشتلی چه پا افغانستان که کامیاب است افغانستان حداقل دست یا هوادی چه دلتا روستا لاتلس و کلو جگره دوام لری یا ندی توانی دلی پدی؟ تاسو ګورئ د دې امریکا په هر رقم چې په هر ډول چې کوم لوبه شي په افغانستان کې کول د خپل منافع پر اساس کدای چې د خپل ځینو منافع ته لار خلاصه کړي او خپل منافع ته رسیدلې ولې کومه ادعا چې دوی درلودل دي په هغه ادعا کې ناکامه دي زموږ هدف دا نه دی چې امریکا ناکامه ده زموږ هدف دا دی چې په خپلو ادعاو کې ناکامه دي لکه څنګه چې دوی په عراق کې ادعا درلوده چې اټومي وسلې شته عراق یې در بدره کړي ټوټه ټوټه یې کړي او اصلې یې پیدا نه کړلې د افغانستان په معزله کې عین موضوع موجوده ده امریکا دونه احمقه نه ده چې هغه موږ نه پیژني او راځي امریکا مجاهدین په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې ونه جنګول آیا رونالد ریګن مستقیم له مجاهدو سره په تماس کې نه و آیا مستقیم نه ده خلیلزاد چې نن ورځ د دغه سره مخامخ ناسي تر سره کوي د ترامپ سره آیا دغه خلیلزاد د مجاهدینو او دغه ترمنځ د رونالد ریګن ترمنځ پول نه و آیا امریکا په پاکستان کې کمپونه نه جوړول آیا دوی ته مرستې نه ورکول آیا دوی ته میزایل ور نه کړل سټینګرونه ور نه کړل چې تیاری زد دغه توغندې ور کړل دلته مسله دا ده په عمومي توګه امریکا چې په کومه ادعا باندې راغلی ده موږ دوه ډوله خبرې لرو یو استخباراتي او پټې خبرې چې موږ هغه پیرانې خبرې وایو چې څوک یې نه ویني بل هغه خبرې چې د میزونو پر سر او دغه تحلیلونه کیږي موږ د تحلیل پر اساس وایو چې امریکا هغه خپل ښکاره اهداف چې موږ ته وړاندې کړی دي ناکامه ده دلته د سرمایه گذاری خبره کیږي سرمایه گذاری او سیستمونه د انسانانو د ژوند د رفاه او د آرامۍ لپاره رامنځته کیږي اوس که سرمایه گذاری کیږي سرمایه گذار اختطاف کیږي سرمایه گذار وشتل کیږي سرمایه گذار ژوند په خطر کړي سرمایه گذار حد اقل دانس کوي چې د خپل کور چې د خپل سرمایه گذاری کړي دغه مخ ته کړي او کله چې موږ وایو سیستمونه دي سیستم خو زه وژلې یم هغه سیستم څه په درس ورچا هغه سیستم ما آرام نه کړای شي تا به د طالب په وخت کې په دې چوکې د کابل تا به پیسې ایښې وای یوه هفته بعد راغلی وای چانس به اخیستی دغه د دوی هغه امنیتي او رواني اړخ دغونه قوي کړی و اوس ته لس ګاډان هم درسره که او یو څه پیسې درسره واخلې تر کوره ورسه خو بیا هغه ته مثلا مرحوم صاحب داسې ویل کېږي اوس ادیرې ته هم څلار سه امنیت سته یې څوک تاسو ته څه نه وایي ولې حداقل ازادي نه لري هلته اوس افغانستان د طالبو په وخت کې هم داسې و مونږ بیا نو نسو ویل چې طالبان مثلا دلته بیا بله خبره ده دلته بیا یو ټکر راځي هغه دا دی چې د ډیموکراسۍ او د اسلام د ټکر موضوع بیرته دلته رامنځته کېږي موږ چې کله وایو چې موږ اسلامي ټولنه یو د افغانستان اسلامي جمهوریت دی موږ جهاد کړی دی مجاهدینو دغه احکام چې طالبان عملي کول لاس پرې کول قصات دا خو د قران احکام دي دا خو طالبان د خپل جیب نه راځي ولی اولینې خبرې لیره و نو تاسو ویل هغه سابقه جنگونه نه دي پاتې سابقه حکومتونه نه دي پاتې زه معلوم دا خبره درته کوم هر اړخ پرې نیمګړتیا ویل لري هر اړخ پلی شي ګڼل لري طالبان دا یو واقعیت دی چې به سیستم مخترونه طالبان دا واقعیت دی چې په اخر وختونو کې تاسو وایئ اصلا اشتباه و د امریکایانو حمله په افغانستان نه زده نه و چې اشتباه و ولی طریقه یې غلطه و کله چې امریکایان دلته راتلل موږ افغانانو دا یو خبره زده احمدزی صاحب دا تاییدوم چې موږ ونسوي کولای چې یو کلکټیو قوي ورته راټول سو او دغه موږ هر چا څه شو کړل تاسو خپل ګټه په نظر کوي ول ما خپل ګټه په نظر کوي ول احمدزی صاحب خپل ګټه په نظر کوي موږ د منهایس د افغانانو خپل ګټه په نظر کوي نه ول بلکې د افرادو د رازیکار او د احمدزی او د مرهون په نامو مودا ګټه په نظر کوي ول کچيري موږ د یو افغان کلکټیو په اساس ګټه په نظر کوي ول نو دا شی به نه وایي دا معلومدار خبره ده چې موږ بدی خواته روان وو موږ داخلي جنگ دومره ځپلی وو چې د تاجک پښتون ازبک وزاره جنگ ته تقریبا رسیدلی وو او حالات ډیر ستخ کېدو خواته روان وو کشیر طالبان ټول افغانستان نیولی وای شاید تر دې بدتر وضعیت هم رامنځته شوی مګر دلته خبر دا ده چې د امریکا دلته راتګ دا یو پرځای کار وو مګر د دوی تکلارې اشتباهات د دوی په د تکلارو د اشتباهاتو هم د امریکا حکومت او لسته زیان رسول دي هم موږ ته هم موږ لسته ډیر زیات من احمد صاحب تکلاری و اشتباه یعنی در یک چنین وضعیتی که روی کرد از اینها اشتباه بوده در افغانستان فکر نمی کنین که کسی باید از آمریکا پرسان بکنه 18 سال است که در افغانستان حضور نظامی داره به گفته آقای مرهون یک بلیس زمین افغانستان هم از اینا باقی نمانده که اینها جا بم استفاده نکرده باشه
باشن یا دود باروت حداقل اونجا استعمال نشده باشه و ما حداقل پس از حضور 18 سال اینها هم ما شاهد ازی هستیم به صدها هزار جوانی کشور کشته شده. افغانستان هنوز هم در رفاه نیست. میپرسن باید شو از آمریکا یا نه؟ ببینین ما همونطور که پیشتر گفتم ضعف در خود سطح همه کلکتیوی که ایجاد شده بود در بن ضعف از امیا بود. اینا برای منافع شخصی خود بالاتر منافع ملی دانستن. شما 18 نفر ببینین که ما اگر نامم برتون بگیرم یا نگیرم شما میفهمین. بدون ستار سیرت دیگه 18 نفری که در جلسه بن شرکت گرفت شرکت کرد، تمام از اینا یعنی پول تکت هواپیما آمده. او زمان خودم در بخشی از مقاومت بودم، یعنی از ایالات متحده آمریکا به مقاومت همکاری میکردم، از اونجا برایشان اکمالات کرده بودم و قبل از او این مفعل برای من معلوم بود. ببینید اینا پول تکت تیاره خود نداشتن. پول تکت تیاره چیست؟ یک $1,500 اینا نداشتن. اما امروز شما ببینید اینا میلیاردر هستن. اگر شما همین تفاوت های بین بزنس یا یک بزنسمن از نظر اقتصادی و از نظر مالیات و فیات و بیادر همه شما در نظر بگیرین، محاسبه کنین، پس اینا ای سرمایه را از کجا کرد؟ اینا امو پول ها و هنگفت هایی که به اسلام جمع اقتصاد را که ایالات متحده آمریکا اینا را من حیث الگو نماینده های ملت افغانستان فکر کردن در اختیار از اینا قرار داد. شما ببینین پولش کنترل نداشت. اداره سیگار نو ایجاد شده بعد از سال 2011. بله چشون پوشی کرده آمریکایی هم باید از اینا پرسان شود. حرف در کجاست؟ بله. یعنی بعد از سال 2011 تا جایی که ما در جریان هستم که ایالات متحده آمریکا عینکای انگلیس ها را پس کرد، گفت نه، شناخت ما از داخل افغانستان دوباره تکمیل شد. یکی شناختی به اطلاع جغرافیک است که همگی از افغانستان از افغان ها داره. بله. یکی شناخت انسان شناسی است. ما شما دیدیم که از انسان شناسی و رهبر شناسی در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا بسیار مشکل بود. من یک مثال کوتاه برات میتم. یک جلسه بسیار قوی شد در سال 2011 و تو سال 2012 یکی از مقامات بزرگ زی سالای ایالات متحده آمریکا آمد با آقای عامد کرزی ملاقات خصوصی کرد. شما وزیر میتونید پرسانم کنید از خود عامد کرزی ملاقات خصوصی کرد. اونا رئیس جمهور بود، برش گفت که ما افغانستان به این تو یک سیستم پیش میبریم، یعنی قدرت منطقه میسازیمش. چندین کمپانی ها را ما اینجا میریم جاگزین میکنیم که به شمول کمپانی های یک تعداد اسلحه سازی بود به خاطر افغانستان برای اردو تان خودشان تولید کنیم، هلیکوپترها را میاریم. یعنی این بحث های بسیار قوی بود که تقریبا پاسخ آقای کرزی چی بود؟ بله آلمان برتون میگم که تقریبا 50 ساعت بحث بین آقای کرزی و ایالات متحده آمریکا، یعنی کانفیدنشنال یا تاپ سیکرت جلسه بود. شما ببینید وقتی که این جلسه خلاف میشه آمریکایی ها میره طرف بیادر، چون در افغانستان نمیشیشتن، طرف هواپیما بگرام میرن، از بگرام میخواد پرواز کنه به انجرلیک بره، از انجرلیک پس دوباره به واشنگتن برسه. میفهمی تا پیش رسیدن از اینا وزیر خارجه پاکستان رسما شکایت کرده بود در آمریکا. حالا اینو کی گفته با پاکستان؟ خب خود آقای کرزی گفت. حالا من از شما سوال میکنم، وقتی من باشم در جلسه پرفکت انگلیسی رو میفهمم، دیگه هیچ کس هم نباشه، اعتمادم سر خودت باشه، میلیون ها دلار هم سر خودت سرمایه گذاری کرده باشم که از تو یک چیز جور کنم، صحیح یعنی تشکر. پس کی کار میکنه؟ اینی میگه آمریکایی ها گفت که نه، ما تا که بر در صدد ازی هستیم که افغان هایی که واقعا رهبر هستند، افغان هایی که واقعا برای مردم افغانستان فکر میکنند، اونا را باید از شناخت، گفتم یکی جغرافی است که توسط جی پی اس میشه، یکی شناخت داخلی رو نداشتن. مرحوم صاحب بیاد کرزی صاحب خبر دو کرد و رشته من دو نه مثلا خیانت و بود افغانستان بود تو راتل سو مت خبر خندا ذکر اغلا لای بله چې اوس ادقل مونږه کوم پټ خبر هم چې امریکایانو سره پاکستانیان راځي خبر دی ز ډیر سره بلد نه ما تاسو د نظامی او د امنیتي اگا پایس او دی خپل ویل چې د امریکا د وکی په مذاکرات لپاره مسایل کې داخلو زنه پیژم ولې ما ته خبره ډیر د خندا ده چې کرزی څنګه امکان لري چې د افغانستان رئیس جمهور دي دونه کانفیډنشل خبرې د امریکا حکومت چې اول دومره دغه احمق چې خپل دونه کانفیډنشل خبرې راو بس به د کرزی دونه احمق چې دا خبرې دی بل چاته وي یعنی دا خبرې به خیا غدد زما تر تصور لوړ دي زنه پیژم شای احمد صاحب دا شیخ خپل دلی زه چې څونه د دې وطن مشران پیژنم په دې هیڅ شک نه لرم چې د دې وطن مشران د وطن ګران دي ولی دغه اختیارات د دې په لاس کې نه دي دا وخت د دې په لاس کې نه دي ولی د دې یو علت تر توایم تاسو د امریکا دغه میلیارډن پیسې چې دوی دلته مصرفولې ستاسو په یاد دي چې دا د حکومت په وسیله نه تقسیمېدلې دا د پی آر چانو په وسیله تقسیمېدلې ستاسو په یاد دي چې کله چې څو ځله د دې انتقاد وکړي څو ځله دا ویل چې دا شرکتونه ته پیسې
د دغه د لارې مور کوي د پیار چاند له حکومت په وسیله ورکي د زما چې کله په یاد دی بوش چې کله راغلی وو په هغه ورځ په ارک یو مجلس خو د هغه ویډیو هم سته بوش ښاغلي کرزي ته وویل چې موږ غواړو چې خلک خوشحاله شي او ته موږ ته دغه وکړي کرزي ورته وویل چې په دې ملک کې ټکنالوژي نه وي مسته راځي تاسې د برق مسله جدي ونیسئ ول هغه څنګه امکان لري کرزي دغه خبره وکړل د هلمند د کجکي د بند ته ده وویل چې نه هغه خو ډېر وخت نشي اوسمهاله ده بیا کرزي ورته وویل چې جنریټرونه دلته خبره دا ما دا خبره درته وکړله چې دلته هیڅکله تاسې اوس د امریکایانو دغه اوسني وضعیت وګورئ کم کمپ چې دوی ایجاد کړی دی د دوی د تګ وروسته دوی پروژه ټول د منځه وړي مګم تاسو د روسانو کمپونو ګورئ کوم وخت چې دوی جوړ کړي چې تر اوسه ولاړ دی دوی په چل کې دي د افغانستان خلکو سره دی ما مخکې په اول شروع کې خبره وکړه هیڅ مملکت د بل مملکت ګټو ته نه دی ژمن هر مملکت د خپل ګټو ته پاره ژمن دی دلته یو شی چې ډېر په لنډه درته وایم هغه دا دی چې په عمومي توګه امریکا چې کوم اهداف پټ درلودل لکه احمد صاحب چې کانفیډینشل او پټ هغه اسرار ته شاید دی رسیدلی شاید هغه یو غدغه توقع چې افغانستان ملت کې کټ کې او پرچا پرچا کې ولې زه یو خبر بیا تکرار کوم د امریکا ولست مې هیله ده چې ستاسو حکومت ستاسو ټکسام ځان برباد کړي موږ برباد کړو او اوس هم لا دوام لري او که احمد زه میخم خیلی فشرده شما پاسخ بدین چرا مثلا نال در سال 2011 شما دیدین یکی از اهداف از اینکه آمریکا به افغانستان به از بین بردن شبکه القاعده بود رهبر شبکه القاعده در پاکستان در سال 2011 کشته شده از طرف اینها چرا حداقل اینها با پایگاه اصلی هراس افغانا تمرکز نکردن خیلی فشرده استاد کاملا تمام ببینین تروریسم یا کانتر تروریسم بسیار یک موضوع ساده نیست که ما شما آمده نظر بگیریم به خاطر از اینکه ماین نیست همه ایدیا انسان ها هیچ تضمین نمیشن ما با یکی از رؤسای امنیت ملی وقت او هم در زمان آقای کرزی رئیس امنیت بود بحث ما وضوع روی ازی بود که او مرا گفت که ماین یعنی فرن سال مربوط به خانواده است ما گفتم نمیشه این ترودی شد که پسرش از فرانسه آمد در بغداد من حیث فرمانده داعش توسط بمبارد امریکای از بین پس لحاظا امی کانتر توریسم کس یا خود توریسم او از مایند ایجاد میشه ولی کانتر از او بسیار مشکل است خیلی بسیار ساده مد نظر نگیرم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان تا بعد خدا نگهدار